برید در کشورهای اسلامی که این همه ادعا دارن تحقیق بکنید که کشورهای اسلامی چند درصد مردم شادن. کشور ما 10% فقط شادن با این همه ادعایی که خودمون داریم. دسته که خداوند گفته الا بذکر الله تطمئن القلوب، چطوری در صدر اسلام این همه کار و تلاش و سختی ولی کسی سکته ثابت نشده، کسی سکته کرده؟ آمار خودسوزی و خودکشی هم وجود نداره. چقدر امروز آمار خودکشی، خودسوزی تو نسل جوان، چقدر افسردگی، چقدر آسیب‌های اجتماعی. پس بیایید در آغاز سال 98 خورشیدی جدید و نو که طبیعت لباس زیبا بر تن کرده، خودمونم یک توبه جانانه. این توبه دو تا حسن داره، یکی برای حسن الخاتمه سال گذشته است، یکم برای تحویل و آغاز سال جدید، استقبال از سال جدید. هنوز دیر نشده، هنوز 16 دهمیم، در اول سال جدیدیم. یک کارهای بزرگ انجام بدیم. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن عاطفه های زیبا، دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا، هم فکری، همدلی، همراهی، همدیگر رو سیراب بکنیم از محبت. هر چیزی که فاصله میندازه بین مسلمان ها، چه مذهب باشه. من نه مذهب سنیش قبول دارم نه شیعش، فقط دین خداست. مذهب مذهب انسانیته، چه قومیت باشه، چه حزب و گروه باشه، هر چیزی که ما رو از هم دور بکنه باید دورش بریزیم. هر چیزی که سبب تقابل بشه باید باش مبارزه بکنیم. این همه خوبی دنیا رو از زوایای مختلف ببینیم. دنیا مزرعه آخرته، دنیا میدانی است برای نقاشی‌های زیبا. نقاشی‌های زیبا بکشیم، تابلوهای زیبا طراحی بکنیم. این قلمی که دستمون دادن در زندگی نقاشی‌های زیبا بکش تا همه بهت به به بگن، تبارک الله بگن. تو که میتونی نقاشی‌های قشنگ بکشی، تو که میتونی الگوهای خوبی باشی، تو که میتونید با تعاملت، با برخوردت، با مفید بودنت، با خیرخواهی، با مهربانی برای خواهر و برادرت، برای نسل آینده. کشور ما یک کشور جوونی است. اگه میهنمون رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم، خاکمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم، نسل آینده کشورمون، فرزندانمون، نور چشمانمون رو دوست داریم، همه دست به دست هم، کسی کسی رو حذف نکنه. امشب عروسیه، عروسی دو تا نور چشم ما، دو تا عزیز ما. یک کمی دیر شد، وگرنه خواهش میکردم از دو پدر بزرگوار عروس و داماد که دست 10 نفر دیگه هم میگرفتن اینجا کنار پسر و دخترشون میلاد میگذاشتن، اونا رو هم شریک میکردن در عروسی خودشون. چقدر زیباست این عروسی، چقدر سالم این عروسی، چقدر جذاب این عروسی. یعنی عروسی شاد نمیشه مگر اینکه خواننده سکران باشه، مست باشه، به زنهای ما بگه دستا رو ببرید بالا، زن و مرد برقصن، همه لایبال و غافل باشن. مگه عروسی جشن عفت نیست؟ مگه شب جمعه رو انتخاب نکردیم برای جشن عروسی بچه هامون؟ مگه وقتی میخوایم دختری که حرامه برای یک پسری میخوایم به خواستگاری بریم، تو جلسه عقدش، تو سفره عقدش، از یک شیخ محترمی، از یک قاضی محترمی، از یک امام جمعه محترمی دعوت نمی کنیم بیا صیغه عقد دختر و پسر ما رو بخون؟ مگر با نام خدا این دختری که حرامه و این پسری که حرامی برای همدیگه حلال نمیشن؟ چطوری برای حلال کردن نام خدا لازم هست و برای جشن اون هدف از فلسفه ازدواج به عفت رسیدن، حفظ شرم و حیاست، پاکدامنی بچه های ماست. اگر بچه های ما پاکدامن شدن، با شرم و حیا شدن، حیا بر اونها حاکم بود بر زندگیشون، نسل های آینده نسل پاکی خواهد شد، نسل مسئولیت پذیری خواهد شد، نسل مفیدی خواهد شد، نسلی که ریشه پاک داره.
حکیم عرب میگه الام مدرستون اذا اعددتها اعددت نسلا طیب العراق، مادر مدرسه ایست که اگر اونو ساختید بهش پرداختید نسل ریشه‌داری خواهید داشت. عروس خانمی که تو عروسیش چهار وعده نماز نمی کنه از ساعتی که میری تو آرایشگاه، چون آرایشش خراب میشه، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، دامادم به تبعش، تو عروسی هم همه چش کرانی، ارکستم سکران و مسته. اگر جشن جشن عفته، تا آخرش باید این عفت و شرم حیا تداوم داشته باشه. اما نام خدا لازم داریم. حتی خیلی از علما وقتی صیغه عقد میخونن دست داماد رو میگیره، میگه 10 بار صلوات بفرست، بعد میگه 10 بار استغفار بکن، 10 بار کلمه توحید بگو. برای چیه؟ و یه هفته بعدش جشن عروسیه. نه، خدا دیگه اینجا و دین اینجا نباید مانع شادی ما بشه. کدوم شادی؟ کدوم شادی؟ که از چه شادی داری صحبت میکنی تو جشن عروسی؟ وقتی هفته اول زفافت با بی افتتی داری برگزار میکنید، همه سکرانن، همه مستن، همه آمدن تلاششون رو نشون بدن، لباسشون رو به رخ دیگران بکشن، این مراسم کجاش اشکال داره؟ بچه های عزیزمون که اناشید رو خوندن خیلی پرمحتوا، خیلی شاد، با همون موسیقی تنها که مشکلی نداره اگر پرمحتوا باشه. شما یه لحظه بعضی موقع گوش میدید تو عروسی هایی که میرید که چه حرفای زشتی دارن میزنن، اصلا تر و ته نداره. یعنی عقل ما رو به بازی گرفتن، به ما دارن توهین میکنن تو عروسی ها. این عروسی خیلی سالم، خیلی عالی، خیلی با کلاس، اونم شب هفته اول ازدواجشون. انتظارمون از این عروسی ها اینه که فرزندان سالم تحویل جامعه بدن. ما در کشورمون بین 10 تا 15 میلیون جوان تو ترافیک ازدواج داریم. سن بلوغ داره پایین میاد، بلوغ زودرس، ازدواج دیررس، دور. به این جوان ها رحم بکنیم. یعنی 15 میلیون بمب هسته‌ای، بمب اتمی، اینا که منفجر بشه دیگه شهوت کاری به شیخ و ملا و آخوند و نمیدونم تاجر و مسئول نمیشناسه با فقیر. شهوت وقتی طغیان میکنه همه رو نابود میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که هرچی آمار ازدواج در جامعه بالاتر بره، آمار امنیت، آرامش، برکت، جرم و جرائم، آمار امنیت بالا میره، آرامش بالا میره، آمار محبت، برکت در جامعه، توسعه، رشد، بالندگی، ترقی بالا میره. ولی هرچی آمار ازدواج بیاد پایین تر، دختر بچه تو دوم ابتدایی بالغ شده، این فضای مجازی، بیپروایی پدر و مادر، عدم تربیت صحیح و درست، عدم پایبندی خانواده و مسئولیت پذیری به تعهدات اخلاقی و ایمانیش، وقتم بچه راه خطا رفت، نوجوان و جوان، این فضای مجازی بچه های ما رو افسرده کرده. پدر و مادر تا سرشون گذاشتن خواب میرن، اما دختر و پسر جوان و نوجوان ما تا سرشون گذاشتن رو بستر تازه بیدار میشن. فضای مجازی اجازه ورود به خانواده از ما نمیگیره. هرچند که حفاظ بزنید پشت در، وارد میشه، زیر لحاف بچه هامون رفته. پدر و مادر خوابه، این تا صبح داره زجر میکشه. چرا این همه هزینه های هنگفت رو داریم تحمیل میکنیم؟ بعضی پدرای عروس شب اول عروسی دخترش میخواد دامادشو چپاول بکنه، 100 میلیون برای این، 200 میلیون برای شیرباها، 500 میلیون برای این، یه ماشین، خانه و فلان چیز. شما آخه این داماد توست، تو رو ارتقا میبخشه در تکامل انسانی. انسان طفله، بعد میشه کودک، بعد میشه نوجوان، بعد میشه جوان، بعد میشه ازدواج میکنه مرد، بعد بچه دار میشه، میشه پدر و مادر، بعد از این که نوه‌دار شد میشه پدر بزرگ و مادر بزرگ. این تکامل انسانی است. این عروس دختر توست، این داماد پسر توست، همون حکم داره.
چرا شب اول عروسی میخواید چپاولش بکنید، غارتش بکنید؟ اگه میخواید پوز بدید بیا یه مدرسه درست کن. استان هرمزگان ما 900 فضای آموزشی تقریبی داره. جناب آقای مدیر کل اینجا نشسته. اگه میخوای پوز بدی بیا مدرسه درست بکن. اگه میخوای جنس بگیری بیا یک کتابخونه درست بکن تو روستای خودت. 50 تا دانشجو رو هزینه دانشگاهشون بده تا استان ما متحول بشه، تا کشور ما متحول بشه، تا دیگه به ما نگن محروم، استان محروم. تا کی باید ما این وصف رو بپذیریم؟ چه استعدادهای خوابیده تو این منطقه، تو استان خودمون، تو این خطه جنوب بلوچستان ایران؟ یونسیف یک گروهی رو فرستاد جاست برای تحقیق، برای تست دانش آموزای پابرهنه شهرستان جاست، غرب شرق جاست. بعد از 2 هفته که تو این روستاهای محروم بودن، گفتن با استعدادترین دانش آموزای جهان دانش آموزای خطه جنوب بلوچستان ایرانن. پوز دادن و جس گرفتن هم راه های درستش داره، کلاس هم راه های درستش داره. که مشروب خوری کلاس بوده. علما میگن هر کسی مشروب خورد 4 خصلت حیوانی پیدا میکنه. اولی که مشروب به این ام الخبائث وارد افکار شد، وارد خون و پوست و استخوان و مغز و اعصاب شد، تبدیل به روباه مکار میشه، مکر میکنه. بعد که خوب در درونش جا گرفت دیگه قاطی شد، مختلط شد، تبدیل به گرگ بیرحم میشه، به هیچ کسی رحم نمیکنه. دیگه خنجر میکشه، لباس از تنش در میاره تو عروسی ها. مگه ما تو استان و هرمزگان خودمون، تو همین شهر بندرعباس، تو همین روستاها، تو عروسی ها کشته ندادیم؟ 50 تا داماد بود، 4-5 هزار نفر آدم بود، 1500 شد نفرشون جوانای شیعه بودن، مسئولین بودن، علمای تشیع و تسنن. واقعا یک مهرجانی بود، یک همایش همزیستی و دوستی و مهربانی و همفکری و همدلی و همراهی بود. این عروسی ها چشه؟ واقعا احسن من میگم، تبریک میگم به آقای آجعلی خبراسی که همه رو روسفید کرد، ما رو دعوت کرد، با امنیت آمدیم اینجا، فهمیدیم که یه جوان سکران نیست داره در عروسی یقه ما رو بگیره. تا که یقهشو دور کردی، دستشو دور کردی، میگن شیخ داره تو گوشش میذاره، تو عروسی داره دعوا میکنه. ما الان اینجا با امنیت آوردیم. من ناموسمو در اون خونه، در سالن زنان پیاده کردم، اونا رفتن داخل، میدونم که اونجا امنیت دارن. چرا کلاس ها رو عوضی میذاریم؟ چرا جسایی که نباید بگیریم؟ اگه تو واقعا قهرمانی، پول دارید، امکانات دارید، بفرما. 900 تا مدرسه به نام خودت میشه، به نام پدرت میشه. چقدر ما درمانگاه داریم نیاز هست، چقدر خانه بهداشت نیاز هست، چقدر کتابخانه، چقدر فضای سبز هستن، سالن های ورزشی. همه خیران مسجد نکنید. تحقیقی من در استان در جنوب کردم، در جنوب خودمو کردم، در استان هرمزگان الان بگید برای هر نفر که نماز بخونه بین 1 متر تا 5 متر فضای استاندار برای نماز خوندنش هست، مسجدهای میلیاردی مجلل. ولی برای هر جوان هرمزگانی بین 1 سانت تا 3 سانت سالن ورزشی استاندار. واقعا جای تأسفی که همه مسجد توی یه روستای 2000 نفری چرا 10 تا مسجد باشه؟ ما جلو اسراف های عروسی، عزاداری، حج و عمره و زیارت ها، جلو اسراف اینها رو بگیریم، کل 900 تا مدرسه ای که آقای مدیری کل میگه در استان مشکل داریم، الان که دیگه سیل آمده وحشتناک در کل کشور. من امشب واقعا جانانه تبریک میگم به برادر و سرور عزیزم که ما رو در عروسی فرزندش دعوت کرد و به ما اطمینان داد که اینجا ناموست، اخلاق، دین و ایمانت، همه چیزت حفظ میشه. با خیال راحت تشریف بیارید. و این اطمینان رو به همه شما داد. تبریک میگم به مهندس شهریار باقستانی که هم فکر بود با آجعلی، اون پدر خانمه، اون پدر عروس این